پارس گروپ شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند. سلام علیکم، اینجا سالن میلاد نمایشگاه بین المللی مازیار فلاحی. بعد از 5 ماه کنسرت خودش رو توی تهران داره برگزار میکنه. ترکون، ما سانس اول اینجا بودیم، ترکون الان سپهر هم سانس دوم میره که شاهد ترکیدن سانس دوم باشه. با ما همراه باشیم، با مازیار گفتگو خیلی خوب گرفتیم و با مردم عزیزی که اومده بودن هم حرف زدیم. کنسرت های تهران و ایران رو از تیوی پلاس دنبال کنیم. البته یه فاصله که یه سری کنسرت توی شهرستان هست اونا فشرده میشه، معمولا بعد محرم سفر یا بعد از محرم زون، اینا همه تایمایی که ایام فاطمیه اینا یه ذره فشرده میشه کنسرت ها. تو این فاصله بعد از اینکه چند ده سانس تهران رفتیم، یه چند تا شهرستان رفتیم، بعد برمیشه آتش ایجاد کنی تو مخاطبای تهرانی؟ والا نه، والا من به این چیزا فکر نمی کنیم، خودش میشه دیگه، یعنی تایم و تاریخ ها و چیز داشتن. ولی خب به هر حال به نظرم هر چیزی هم یک اندازه و روالی باید داشته باشه دیگه. دیگه برات بگم خیلی خیلی خوب بود. آره، 5 ماه دوریه یکم خیلی زیاده، یعنی میخوام ببینم این ایدئولوژی چی بوده، یعنی مثلا دنبال چی بودین؟ یعنی چون بالاخره تو خواننده هستی که یه تایمی پرسانس ترین خواننده بودی، همین الانش هم اگه بذاری فکر کنم 5-6 شب پویسارا هم پر می‌کنی. این که نذاشتی احتمالاً یه دلیلی داره دیگه. والا 5 ماه زیاده، و من فکر کنم سالی یه بار باید کنسرت بدیم توی یه سالن بزرگ. حالا ان شاءالله که یه روزی به این به اینجا برسیم که یه سالن خیلی بزرگ داشته باشیم، یک کنسرت برگزار کنیم که من بتونم با کیفیت بالاتر، با هزینه های خیلی بیشتری بتونم کنسرت بدم. مضاف به این که بالاخره فکر ما رو بکنید دیگه، فکر کنید مثلا یه 2 سانس، یه 4 سانس، یه 6 تا یا یه 10 تا، 10 تا 2 ساعت پشت هم تکرار میشه و این از همه سخت‌تر برای من اینه که یک حس واحد داشته باشم برای همه، چون برای من فرقی نمیکنه که این سانس یا سانس دیگریه، هر چیزی هست من باید یک حس ارائه بدم. واقعا تکراری نمیشه برات؟ نه، هر بار که میام بالا رو استیج دوباره همه چیز برمیگرده به حالت اول وقتی که تمام شد. ولی اون انرژی که بین ما مردم رد و بدل میشه وقتی میان تو سالن پر از انرژی خوب و مثبتن و من باید همه اون چیزی که دارم بهشون بدم. بعد که تموم میشه واقعا تخلیه کاملم، باید یک جوری دوباره برگردم به سر جای اول. نه برای من، برای همه خواننده‌ها این هست و تکرار این سانس ها بسیار سخته. شاید اگر مثلا یک جمع 5000 نفره بزنیم و 10 بار تکرار بشه، کاش بشه 1 50,000 نفره. انشاءالله که حالا به اونجا برسیم و میشه سالی 1 بار دیگه، نمیشه 5 ماه و 4 بار. یعنی شما هر سال یک کنسرت بسیار بزرگ اجرا میکنید، همه براش برنامه ریزی میکنن و این اتفاق همه جای دنیا میفته. انشاءالله در ایران من همین الان از تبریز دارم برمیگردم با 6 سانس. قبل از اونم چندین سانس شهرهای شمالی کشور، بعد بیرجند و این تعداد خوندن‌ها و باور کنید خیلی فشار زیاد فقط رو حنجره میاره. من چیزی رو سکونس نمی‌کنم آخه، من هیچ چیزی نه، من همه چیز رو اجرا می‌کنیم، حتی یک نوت هم ما سکونس نمی‌کنیم. و این اجرا همکارات می‌کنن این کارو. بعضی موقع لازمه، برای بعضی موسیقی ها لازمه، یعنی من اصلا نمیگم این کارو نباید بکنیم یا این کارو باید بکنیم. آره خیلی ها این کارو میکنن برای اینکه نوع موسیقیشون میطلبه الکترونیک یا اینجوریه، ولی موسیقی من یه موسیقی آکوستیک خیلی پیانو، ویولون، گیتار و اینجوری چیزه. ما باید اجرا کنیم و همه اومدن که ببینن موسیقی رو دیگه. کنسرت یعنی دیدنی و شنیدنی. چند سالت شما؟ من 30 سالمه. طرفدار مازیار فلاحی؟ دقیقاً. انقدی طرفداری که تنها اومدی؟ انقدام طرفدارم که تنها اومدم، دفعه سوم هستش که میام. بابا به خدا ان شاءالله که آدم زندگی تو پیدا کنی دیگه، داره دیر میشه، موهاتم سفید شده، ازدواج کنی. من اومدم با این آهنگا عاشق شدم دیگه، آهنگای آقای مازیار فلاحی. ان شاءالله این عشق ثمر بشینه. سلامت باشین قربون. کدوم آهنگو حفظی؟ قلب یخی رو خیلی دوست دارم. نه کدومو حفظی؟ هیچ کدوم، فقط میتونم همراهی کنم. همراهی کن، من میخونم تو من همراهی کن. بخونه دیگه.
این نامه رو لیلا فقط به یاد تو میخونه. این تو این 5 ماهی هم که حالا کنسرت نداشتی، اون یکی دو ماه اولش کلا خبری ازت نبود، حتی اینستاگرامت هم خیلی دیر به دیر آپ می‌کردی. خبریه آلبوم و اینا داری کار می‌کنی؟ راستش وقتی که به این نقطه میرسی تنهاییاتو گم میکنه دیگه و دل تنگ میشه و خیلی دنبالش میگردی اون خلوتو. از یه طرف هم که مسئولی، نمیتونی بری گم بشی، نمیتونی بری پنهان بشی، باید باشی، حضور داشته باشی. ولی واقعا دلم میخواد که برای اینکه روی یک موسیقی کار کنم یک خلوت طولانی داشته باشم. دلم میخواد مثلا برم شمال، برم طالقان، برم جاهای خیلی دوست داشتنی و بشینم آهنگ بسازم تو خلوت. ولی فعلا در شهرهای مختلف میچرخیم، همچنان بعد از تهران میرم احتمالاً بوشهر و شیراز و همینجور ادامه این دارم. کم شدن فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی البته این چند روز اخیر زیاد بوده بابت کنسرت شهرستان، ولی کمتر از گذشته شده. چرا؟ والا شبکه‌های اجتماعی اسم دیگه هم داره دیگه، همشون نه، دنیای مجازی. خب اون چیزی که برای من واقعیه همین دنیای حقیقی که توش هستیم و واقعیت مطلب اون چیزی که بین من و آدم‌ها بیرون از اون می‌گذره. بعضی موقع‌ها دیگه یه جوری دلگیر و خستم از این فضای مجازی و احساس می‌کنم که دیگه زیاد هم واقعی نیستیم. همونقدر که ممکنه خیلی دوست داشتنی باشه، بعضی موقع تو رو اسیر خودت می‌کنه و آدم‌ها همیشه، همه مردم باید یادشون باشه که ما ایم که باید اینا رو کنترل کنیم، نه اونها ما رو. یعنی ترجیح می‌دی تو زندگی شخصی خودت رو انجام بدی به جای اینکه بیشتر معطوف شی رو اینستا و اینا؟ اخیراً یک بیلبورد‌های سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران که من تو تهران زیاد دیدم، که تصویری است از یک خانواده که مادر خانواده یا فرزندش یا پدر روی یک مبل نشسته، یکیشون بسیار دوره و اون دو تا با همن و اونا همه دارن به موبایلشون نگاه میکنن موقعی که از هم دورن. این واقعا فاصله میندازه. خیلی موافقی نیستم که ما همیشه توی گوشی های تلفن های همراهمون باشیم، همیشه توی لپتاپ باشیم، توی هر چیزی که داره ما رو میکشونه توی شبکه ها. اسمش مجازی، اینا واقعی نیست و اون چیزی که باید اتفاق بیفته بین ما و ارتباط قلبی ما باید تو دنیای واقعی اتفاق تو سندارم تو رو تنهاد نمیزارم اگه پای کسی دیگه بسر داشه نمیزارم آقا خسته نباشی. مرسی بم بوده ما هم یه مجاره حفظی تقریبا همه شو یکیشو بخون با حسا با اصلا توی ایده تولا نه آقا چی نداری؟ اصلا خوب میخونم کدوم آهنگ گفت؟ من همه شو حفظم کدوم شو شما بگو غلط کردم غلط کردم نداری که لعنت به من لعنت به من درود چه ساده دل سپردم آقا من تو بلوغم چه سده لعنت به من اگر واسش میمردم دست منو گرفت و بعد ولم کرد لعنت به اون کسی که عاشقم کرد یاد گرفتی؟ بلد بودم ولی با آهنگ بهتر میخونم. خب یه جمله به مازیار بگو. I love you. فارسی شو بگو آقا. بعد آموزی داره. متولد چندی؟ گفتم 79. 79 من 79. عاشقانه ها رو پایانی نیست. به به. آقا خدا I'm gonna get a massage from you now. This is
طرفدار آقای فلاحی؟ حسابی پروفسور حسابی؟ یعنی خیلی من خیلی فول کدوم آهنگش بیشتر دوست داری؟ مترسک همه میگن که تو رفتی همه میگن که تو نیستی همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی دروغه خیلی دوست دارم عاشقتم آقای فلاحی خیلی خاطرخواه داری خیلی دوست داریم خیلی حال میکنیم با انگات واقعا خاطر انگیزه امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید.